بچه ها ما در زبان ترکی دو مدل د داریم یکیش این ده دایه که زیر مجموعه تتا هم داره یکی هم این ده دایه. اینا در زبان ترکی هر چند شبیه به هم هستند ولی کاربردهاشون هاشون فرق میکنه ببینید این ده دایی که در واقع تلتا هم داره معنی در میده و میچسبه به کلمه ولی این د و دا نمیچسبه به کلمه و فاصله با فاصله میاد با فاصله می نویسیم و ت دیگه نداره به عنوان مثال نگاه کنید آه راستی این د و هم عرض کردم معنی در میده ولی این د و که با فاصله نوشته میشه معنی هم میده مثالا رو ببینید بو سنفتا بش اورنجی وار اینجا سنف چون آخرین حرفش در واقع ف هستش یعنی جزء فستقچه شهاب هستش و در واقع او هستش و جزء حروف صدادار خشنه ما تا استفاده میکنیم میشه بوستن در این کلاس درس پنج دانش آموز یا دانشجو وجود داره یا اینجا من بیر مازادا چلشیورو من در یک مغازه کار میکنم چون آخرین حرف در واقع صدادارش آ هست جزء در واقع حروف صدا داره هستش ما از دا استفاده میکنیم میشه من در یک مغازه کار میکنم یا مصطفا دا بیزیم گلیور اینجا دقت کنید اینجا دا دیگه فاصله هست بینش و به مصطفا نچسبیده و به خاطر همین معنی هم میده مصطفا دا یعنی مصطفا هم با ما میاد دیگه نمیگیم در مصطفا مصطفی هم یا اینجا رو ببینید ابرونون البته اینجا یک کسمه باید باشه پاک شده ابرونون اوی دوار یعنی ابرو خونه هم داره ابرو خونه هم داره دقت کنید اینجا د به اوی نچسبیده و معنی هم میده موفق باشین